منابع رسانه یمنی گزارش دادند که در پی حمله هوایی اطلاف سعودی به یک زندان در استان سعده در شمال غرب این کشور ده ها نفر کشته و زخمی شدند. بنابر گزارش ها حدود 2500 نفر در این زندان حضور داشتند و نیروهای امدادی در حال حاضر در تلاش برای نجات افراد هستند. استاندار سعده نیز در این باره گفت بیمارستان ها پر از شهدا و مجروحان هستند و ما به شدت نیاز به دارو و ملزومات پزشکی داریم تمام سازمان های بین پیشتر از زندان موقت بازدید کرده بودند ما برای نجات مجروحان نیاز فوری به اهدای خون داریم در همین راستا شبکه المیادین همزمان گزارش داد تعدادی از قربانیان این حمله یمنی نیستند و احتمال دارد شمار قربانیان افزایش پیدا کند این حمله در حالی انجام شده که رسانه های یمنی دیشب از حمله جنگنده های سعودی به بندر الحدیده در غرب یمن خبر دادند. اطلاف سعودی پیش از آن مدعی شده بود که بندر الحدیده تهدیدی برای کشتی را و از این بندر برای قاچاق سلاح استفاده می شود. برخلاف این ادعا شبکه المسیر گزارش داده بود که جنگنده های اطلاف ساختمان اداره مخابرات الحدیده را هدف حمله قرار دادند. عربستان سعودی در رأس یک ائتلاف عربی و با حمایت آمریکا از ششم فروردین 1394 با ادعای تلاش برای بازگرداندن رئیس جمهور مستعفی یمن به قدرت اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور کرد. این تجاوز نظامی هیچ کدام از اهداف اطلاف سعودی را محقق نکرد و فقط با کشته و زخمی شدن ده ها هزار یمنی آوار شدن میلیون ها نفر و به بار آمدن خرابی برای زیستاخهای این کشور و گسترش قحطی و گرسنگی و بیماره های واگیر همراه شدند.